من کلا آدم بی‌مزه‌ای ام، به چیزای زیادی نمی‌خندم. کیون میری جیم ه کیون خود ادیتور رو میشد دعوت کرد به خونه. ای گایز آی دو رس واسو گگ به این ویدیو خیلی خوش اومدید. از روی تایتل میبینم که خوش شدی اومدی سعی کن نخندی با سوگنگ خفن ببینید. امروز برای اولین بار که نه ولی برای دومین بار پای سیستم ایستاده قرار ویدیو بگیرم. امروز قرار با همدیگه سعی کنیم نخندیم، اونم با چی؟ با دهنی پر از آب و به ازای هر خنده‌ای که من بکنم 1,000,000 این وسط جریمه میشه و به شما آتیشا توی کامنت ها هدیه میدم. حالا قرار چیکار کنید؟ شما کامنت میذاری و آیدی اینستاگرامتو مینویسی، یعنی کامنت میذاری آیدی اینستاگرامتو مینویسی. اگه اینستاگرام نداری خوش کار نداری، تو داخل چالش های بعدی شرکت کنی و من به هر خنده که بکنم به صورت رندوم یکی تون انتخاب میکنم و این هزینه رو بشونم. هم استوری میذارم از مبلغا، هم داخل ویدیو بعدی اسامی برنده ها با مبلغا همه چیزو براتون مدرک میذارم. بریم ویدیو رو شروع کنیم. آتیش خواهینو زودتا قورد نادی حرفتو میزدی به دست اگه وای من اینو خیلی دوست دارم پسر، ولی باید بپاشه بیرون وگرنه اینطوری قبول نیست. بس تا صبح آب میخوریم. داستان یوسف و زلیخا. حضرت یوسف عزیز دردونه بواش بود و به همین دلیل کاکاش از روح سعادت انداختنش تو چاه، ولی یه کاروان پیداش کرد و فروختنش به زلیخا و شوهرش. تو قصرشون زلیخا به دوستش گفت یوسفو خیلی خوب چیزی. دوستش گفت ای آمو اذیت نکو خدا وکیلی، تو شوهر داری. زلیخا گفت ها حال شما میوه و پوسپکم. بعد صدا یوسف زد گفت یوسف یه چند چوی بردار بیار. یوسف بچه بیری ها سر به زیر اومد داخل. ای دوستای زلیخا اقر رفتن تو کف جای سی پرتقالا انگشته هاشون بریدن، همیجو خون فواره میزد همیجو اینا میبریدن. انگشت اول انگشت دوم اینا این واقعیت هستا، روایت داریم. انگشت هشتم انگشت نهم زلیخا هم تو کمش قشقش خنده. انگشت دهم انگشت یاد. خلاصه یه روز زلیخا یوسف تنگی رو ورد گفت بیا تو کارو خوب خوب بکنیم. یوسف گفت نه آمو شوهر دهنمون سرویس میکنه زلیخا. زلیخا گفت جون به من بگو زلیبی اینجا که حضرت یوسف اومد فرار بکنه که زلیخا پیرنش کشید جه. سب کنید اینجا خوش کنم بای فقط اونجا شکم جون تو من بگو زلیبی بامینه. خدا لعنت کنم کسی که اینو ساخته بود. خیلی پسر این ویدیو خوبه بشما اینجا بینم بامیه. حضرت یوسف اومد فرار بکنه که زلیخا پیرنش کشید جهر خورد و همون موقع شوهر زلیخا دیدشون. پس از تشکیل دادگاهی و در فقدان جنبش میتو زلیخا را از قصد کردن بیرون. آه زلیخا افتاد بیرون. زلیخا به یوسف گفت دیگه زلیخا هم نیست. آخرش که اینجوری لازش درست کرده ای درست کرده پسر پشمام. خیلی ویدیو خوبی بود. بگاش این یک هم کسی پیمشه آقا یکیش به نفع شما. من تونستم بخندم. بس این چرا خوش چرا خیز شد. افسانه جمون سونگیلگوک هنه جین کیم سونسو جنگوان یو اویونسو هو جنهو Kim Byung-gi, Lee Ji-yoon, Kyun Mi-ri, Jin Hae-kyun. آی میدونی من کجاش خندم گرفت؟ این میمه این شخص میگه کیونی بعد اسمش داخل چینی نگاه چیه؟ کیون میری جین هکیون.
وای مریض به واقعا آدمایی هم انتخاب کرده بود. ایول خوش اومد. خیلی خب بریم ویدیو بعدی. تو الان 1,000,000 باخته ان شاء الله که همین 1,000,000 باشه فقط. ببین پرشکست نشی پدر سگ. مگه تو چیکار کردی که با 1,000,000 بگیری الان؟ وای پسر خیلی حق بود. مسی در حال برگردون توپ طلا هشتم خودش چون کاظم کلاس پنجم از ناکجا بود یق مسی نبوده. خیلی خوب بود. تا الان یه بار باختم نه؟ آره دیگه خدایی یه بار باختم. اینا که جا که اضافه چنو هست یه بار باختم. خدایی ایول. من کلا الان بی‌مزه ام به چیزای زیادی نمیخندم. خیلی خوبه. با ادامه چالش پس کامنت کنید آیدی اینستاگرام چون بنویسید. تو بگم بهت پیام بدم بعدا برات واریز کنم اون حرفو. اگه نه من تقصیر خودم. بله بسم الله يا رحمن يا رحيم. بله آفرین بایکلا خوب بلدی اختیار سرخ موست نهاری بینامی سخنده میکنی ما بند گند تعمولانیم. چرا ناراحتی؟ رفتم دوتا محافظ به هم گرفتم شد 400 تومن. خب قبلا با همین 400 تومن شد خود یه دیسیونو بکن. خدا هیچ راست میگه. قبلا با 400 تومن خود ادیسون رو میشد دعوت کرد به خونه. الان این فیوریت هم بود خداییش. این خیلی خوب بود. ناراحتی؟ پسر تو محافظ به هم گرفتم شد 400 تومن. خب قبلا با همین 400 تومن شد خود ادیسون رو بکن. خداییش خیلی خوبه. این استوری میکنم خیلی خوب بود. ای کاش واقعا زندگی من رو آب نبرد. دو بار شد تا الان 2,000,000 هم بدک نی. خدا رو شد خدا رو شد. یه شب با من یا بلیت کنسرت تتلو کیر تو کست خانه هر دو وای اصلا وای اصلاً انتظارشو نداشتم. آقا بیت من اینو که نساختم. من فقط خندیدم به این ویدیو. واقعا من هیچ قصد توهینی به هیچ کس ندارم. ولی وای مریض اون کسی که اینو ساخته. خاک بر سرت کنم بی ادب. سه بار شد خیلی نامردیه. هم شنیدم که با مامانت رفتی بیمارستان یه سر به خالت زدی. چطور بود؟ خوب بود؟ نه اصلا خوب نبود بابا.
که از روزای سخت زندگیم بود. چرا؟ تو بیمارستان سر یه نوزاد گوگولیو داشتم بوس میکردم اینطوری. خب؟ آفرین. خب اونجوری که داشتم بوس میکردم یهو باباش اومد یه مش بلداد تو صورتم نامم. چی؟ چه آدم عوضی؟ چیزی نگفت که چرا زد؟ نه ولی بقیه میگفتن اول باید صبر کنم بچه به دنیا بیاد. بگیرم برای آخرین بار برای تو گوبه میگیرم مگه قسمت نمیشه این گار برای تو گوبه میگیرم بودم آرامشت آرامش منه آرامش من آرامش توه آرامش اون آرامش اونه یکی برسه به دادم دلم به یکی دادم از خوبه یه روز دادم عشق نمین یه باره مثل همش داری بابو لجن میزنی چرا چت میگی تومت میزنی با گوزات ماره به رگبار میبندی تو مدت سگ مرده چه بوی گندی هیچی نگو نمو خام صداش بشنوم من توی خانه خرابه از همه گوزوترم همه گوزایی که بشم زدی نمیگذرم خیالی نی برو بد ریدی بوی بد میدی کار ما کشیده به بوگیری همش داری بابو لجن میزنی چرا چت میگی تومت میزنی با گوزات ماره به رگبار میبندی تو مدت سگ مرده چه بوی گندی هیچی نگو نمو خام صداش بشنوم من توی خانه خرابه از همه گوزوترم همه گوزایی که بشم زدی نمیگذرم خیالی نی برو بد ریدی بوی بد میدی کار ما کشیده به بوگیری قرعت یکی از خفن ترین کلیپ هایی بود که تا الان دیدم. اینم واقعا دوست داشتم با اینکه نخندیدم ولی واقعا خنده دار بود واقعا قشنگ بود. کاش من کف پام دیگه خیس نمیشد توفای خودم. ای من خیلی با این حال کردم. الان شد سه بار یا چهار بار؟ سه بار خدایی. آره همین بزن رو تصویر سه بار نه سه بار رو داره خدایش باحال بود. من حال کردم. اوه همین چقدر ویدیو داریم بابا 3 میلیون تر رفت. ادامه ویدیو تولد 47 سالگی خاله هم یه لباس مردن کبوتی خریدم دادم بهش تا بفهمه من 5 ساله پارک و لیوان نمیدونم نمیخوام برم مدرسه ولی من باید درس بخونم هفته صبح کسکش رو برم کنید من به زودی دکتر میشم میرم تو مدرسه پسر فقط وقتی که میبوزی فقط اونجاش که فوش میده رو نگاه کن خیلی خوبه اونجایی که فوش میده میخوام برم مدرسه ولی من باید درس بخونم هفته صبح کسکش رو برم کنید من به زودی دکتر میشم میرم تو مدرسه این قشنگ من بودم هفت صبح موقعی که دبستان بودم چرا چون من موقعی که بکنم دوم دبستان بودم یا چهارم دبستان بودم بیماری خود ایمنیم خیلی خودشو نشون داد بعد من یه هر شب قرص می‌خوردم و صبح که بیدار می‌شدم مثل سگ گیج بودم و آره یعنی من هر روز صبح بیدار می‌شدم مثل سگ انگار رو دراگ بودم عملا خیلی بد خیلی واقعا و من همینجوری فوش می‌دادم دبیرستان دیگه نه اوکی بودم بازم فوش می‌دادم چرا چند بار شد چهار بار شد جینکسش کردیم گفتیم بدتر شد امریکای کسان
کسافت، امریکای کسافت، صدام بیلیاقت، گربه پرید روی بام. جفتمون دوباره بازم ریدیم. آره واقعا ریدیم، حس میکنم اشکال نداره، اشکال نداره. باد شد نشد میرم محله شون خاک بپا میکنم. بلا مادرم خاک نکن کشتیم بلا ما کن. وای برگام باد شد نشد میرم محله شون خاک بپا میکنم. بلا مادرم خاک نکن کشتیم بلا ما کن. وای جونه مادرت من خیلی خوبه. جونه مادرت فایده نکن کشتیم بلا ما کن. اینم خیلی خوب بود، اینم خیلی دوست داشتم. بابا اینم فیوریت همه، ایول اینم باحال بود. اینم استوری میکنم پسر، چه ویدئوی باحال دارید میفرستید. میشه من جدی دیگه آب نخورم؟ خواهش میکنم، واقعا زندگیمو داره آب میبره و من دیگه حالم داره خودم از بزاق دهنم که با آب قاطی شد. چندش تو رو خدا دیگه ببین مقه شو جدی با چیز نگیم، این ایده اشتباهی بود. من اصلا به consequences یعنی چی؟ وای سوگن چرا انگلیسی میگی؟ دو روز رفتی خارج پدر سوخته. به عواقب این کار واقعا فکر نکرده بودم. ای بابا کلا کل لگد بندازم بیرون. با پاسار گاز میگرفتی ها، تنهایی میخوای بندازی بیرون؟ نه خیر، با دوستای دوروبرم میندازم بیرون. با دوستای فکر دوروبر خیلی شروع قاره. من کلا با جوکای فارسی و ادا اطفار نیست اصلا، از اینجا خوش کنم اصلا ادا اطفار نیست من زیاد، ولی با جوکای ایرانی مثلا فیلم ایرانی هم اصلا حال نمی کنم. تنها فیلم ایرانی که واقعا خیلی باش حال کردم متری 6 و نیم بود، فکر کنم 3-4 بار دیدمش فقط تو این همین هفته. مثلا اگه لطفا اگه جدی فیلم شاخ ایرانی میشناسید، هر پوستشی جدا قشنگه، ازش داره ببینیم. من نیدم و ولی بقیه خواهرام و دوستام نگاه کردن، نمیدونم خوبه یا نه، باله یا نه، من دوست دارم یا نه. مینی سریال قورباغه بود اونم فکر کنم، اونم مثلا باهاش خیلی حال کردم. اگه جدی سریال یا فیلم باحال ایرانی میشناسید بهم بگید نگاه کنم حتما. کمدی حال نمیکنم، تو رو خود نگید برو دفترچه خاطرات علمم رضا عطاران رو نگاه کن، کمدی حال نمیکنم، چیز باحال خفن. مثلا با شوهای ایرانی اینجوری هم باز زیاد حال نمیکنم، ولی قشنگ بود. ریسپکت داشتاتو به رخ من نکش. تو اگه یه بار مصطفی عرق خوری ایمارو جمع میکردی الان تاجر پلاستیک بودی. بگی به خود. ای لوس اینقدر پلاستیک تولید نکن، همینطوری باعث گرمایش زمین چی، دو روز دیگه با خرسای قطبی باید بشینی عرق بخوری، بکش رو خودت. بکش رو خودت تو خیلی خوب اومد، هر به خاطر بکش رو خودت نبود نمیخندیدم. بکش رو خودت خیلی تیکه قشنگی بود. بفرست بره، بده بره، آره بگی به خودت. ای 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 بدم میاد از این تیکای چرت نچسب کثافت توفی مثل خودم. وای بکش رو خودت خیلی خوب بود عزیز من، در تری این اصلا خنده نداره، هاشم اصلا به سایز نیست، به کیفیته. That's what you said. خیلی نه به سایز هست، دروغه. اوه سویا یعنی چی حرفه؟ ما سایز کوچیکا چی کار کنیم؟ بمیرم مثل این لاشمون آب، مگه برنج پاش آب میریزی دون قد بکشه؟ داره خنده چونو میشنوی؟ دارن به تو میخندن، فکر میکنن ضعیفی، فکر میکنن بدبخت، همینجوری وای نفسا بهشون نشون بده. نه احمق.
تو میای تموم میشه هر چی غمه. این پسر رو من خیلی دوست دارم، خیلی ویدیوهاشو داخل یوتیوب و اینستا نگاه میکنم، خیلی خفنه جدا، خیلی با کلیپ هاش حال میکنم. اینکه آخرش یهو میزنه قطع میکنه دقیقا فیوریت استایل مدیت ادیت خودم، خیلی باهاش حال میکنم. پاک بر سرت. Brent, take my clothes off. You wear my clothes all the time. My sweatshirts, my hoodies. I wear your dress one time and you get mad about it? Oh my god. Okay, no, it's fine. If you want it, you can have it. Oh my god. آقا من لبخند اینطوری زدم دیگه قبول نیست. برای 6 میلیون اومدم برای گام شو، 6 میلیون دادیم رفت.